بچه هم وطنان گرامی مشکلی هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 25 از ماه می در واقع روز چهارشنبه، فقط یک ساعت خدمتتون هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت. چند جلسه است به خواهش دوستان یک حکایت کوتاه از شیخ اجل سعدی برای شما میخوانیم. کتاب مستطاب سعدی قرنها کتاب درسی بچه ها بوده. بچه ها که چرس کنم در خانواده ها پدران به فرزندان خود تدریس میکردن و بعد در مدارس تدریس میکردن از کنم که و در واقع نمونه بالاترین نمونه حلاوت و بلاغت در زبان فارسی این گلستان شیخ اجل سعدی است و نه تنها در ایران. من شنیدم اون قسمت هایی که از ایران جدا شدن، بخش های داغستان و اون برمابر عرس، تا مدت های مدید بعد از جدا شدن از ایران همین کار رو میکردن در باب آثار بزرگ زبان فارسی، به خصوص دیوان سعدی در گلستان او. و وقتی گلستان منتشر شده است، بسیاری آمدن به تحویل شیخ که چنین کتابی بپردازند و بر اونها میسر نشد. از جمله عرض کنم که اوفیز جوامع الحکایات اوفی و میرسیم تا در واقع مولانا عبدالرحمن جامی تا همین عهد قاجار بودن کسانی که پیروی میکردن سبک سعدی، حتی فراهانی بزرگ، اما مؤثر نشد. یعنی اگر شیخ اجل سعدی میامد میگفت آقا این کتاب از آسمان میاد برای من، اگر نه بیایید مثل شکی بیاورید، حرفش تا امروز عرض میکنم که در واقع صحیح بود. بیشتر میدونید که آثار فارسی در این دهه های اسلام به صورت شعر هست و نثر از این دست بسیار کم هست. ما یک تعدادی داریم البته نزیاد که طراز اول هستن، مثل کلیله و دمنه، مثل مجمع النوادر یا چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی، مثل قابوسنامه و در واقع ترجمه تاریخ یمینی و چند کتاب دیگر. اما از همه شیرین تر و زیباتر در واقع همین گلستان شیخ بزرگ است. من برای شما میخوانم. میگوید قاف در سیرت پادشاهان، در واقع بخش اول است. قافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد گردانه یا آباد کنه. بی خبر از قول حکیمان که گفتند هر که خدا را عز و جل بیازارد تا دل خلقی به دست آرد، خداوند تعالی همان خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش برآورد. نشون میدهد که در واقع شیوه اداره استبداد چنین بودند که خلقی رو، یعنی عده مزدور رو به جان مردم میانداختن و اونا هرچی بیشتر سعی میکردن که از مردم بگیرن و به مستبدان بدهن. مثل امروز، بله، این سپاه پاسداران و اون بسیج و اون دستگاه خلافتی که در ایران هست، اینها خانه مردم رو خراب میکنن که خانه چند تا آخوند رو آباد کنن. من شنیدم تعداد سندهایی که از مردم گرفتن که
مال اونها بوده و از ایران به دلایل بیرون آمدن، اینها را همه کردن به نام بیت رهبری و اسنادش هم در یک جایی است که خدمت آرزش هم دادن. اینها همون خانه رعیت خراب کردن است تا خانه بیت رهبری آباد، تا بیت رهبری آباد بشه. بعد میگوید که اینا غافل هستند که خداوند تعالی همون مردمی که مأمور هستن خانه رعیت خراب کنن، یه روزی همونا رو مأمور میکنه تا خانه خودمون ظالم رو خراب کنن. بله، بعد میفرماید آتش سوزان نکند با سپند، اون چه کند دود دل دردمند. سر جمله حیوانات که شیر است و اذل جانوران خر، و به اتفاق خر باربر به که شیر مردم در. مسکین خر گرچه بی تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران بار بردار، به زادمیان مردم آزار. باز آمدیم به حکایت وزیر غافل. ملک را ذمایم اخلاق او به قرائن معلوم شد، در شکنجه کشید و به انواع حکومت بکشت. بله، معلوم شد، پادشاه فهمید که بله که این وزیر داره فساد میکنه و به قول سعدی خانه رعیت خراب میکنه. میگوید که به شکنجه کشید، به انواع عقوبت بکش. خواهی که خدای بر تو بخشد، با خلق خدای کن نکویی. آوردن تیهی از ستم بیدگان بستر او بگذشت و در حال تباه او تعمل کرد و گفت نه هر که قوت بازوی منصبی دارد، به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف. توان به هر فرو بردن استخوان درشت، و این شکم بدرد چون بگیردن در ناف. نماند ستم کار بر روزگار، بماند بر او لعنت پایدار. باب اول گلستان، شیخ ارجل سعدی، یکی از مهمترین کتاب هایی که به زبان فارسی تحقیق شده است. در جلسه پیش ما اندکی در باب غیرت صحبت کردیم. عرض کردیم که ما در یک مقطعی هستیم، وضعیت ما بدونی است که دانشمند ماشاءالله کم نداریم، تحلیلگر امور سیاسی کم نداریم، تحصیل کردگان، فارغ التحصیلان کم نداریم. ما اندکی شاید غیرت بگم، نمیدونم، دلیری، اما غیرت خوبه. ممکن است کم داشته باشیم و در واقع عدم تمایل به اتفاق و اتحاد برای حصول اهداف بزرگ ملی، اینا چیزهاییست که در ما نیست و کم است و همه ما فراکنده و اتفاق در ما نیست و بدون اتفاق و اون غیرتی که عرض کردم کار ما به جایی نمیرسد. وضعیت ایران هم روز به روز خرابتر، اقتصاد روز به روز پریشانتر، مردم روز به روز ناراضیتر، اما هیچ کاری انجام نمیشود. حالا از غیرت گفتن خدمتتون، غیرت در عربی به معنای حسادت است، اما در زبان فارسی به مفهوم حمیت است و دفاع از ارزش‌های نیک، دفاع از شرف، دفاع از میهن و دفاع از در واقع حیثیت انسانی. اینها در واقع غیرت ما میتونیم معنی کنیم، غیرت. بعضی لغات هم ما
در واقع چند معنی دارند. باید حواسمون باشد کجا به کار میبریم. مثلا تعصب چیز بدی است. تعصب در واقع یعنی پیش‌داوری. یعنی شما که به محض اینکه یه آدمی ببینید رنگ پوستش مختلف هست با شما، در واقعش قضاوت بد. پیش‌داوری. اما تعصب در ذهن جمهور مردم به مفهوم همون غیرت آمده است. تعصب عصبیت هم به معنی دشمنی است در واقع. حالا بگذاریم، در باب این پدیده صحبت میکردیم هفته گذشته، یعنی روز دوشنبه. همه وقت ما صرف خواندن داستان بهرام شد که با بقیش خدمتتون میخونم. چند نمونه میخوام از این غیرت خدمت شما عرض کنم که جنبه تاریخی داره. بارها خدمتتون گفتم که ما مردی مثل یعقوب لیث صفاری نداشتیم، یعنی کم نظیر است، اگر نگویم اکثر بی نظیر است، کم نظیر است یعقوب. و از سیستان برخاست و آمد و به محض اینکه ظهور کرد، البته شعرها جمع شدن و اینها، شروع کردن قصیده به زبان عربی در مطلب گفتن. گفت آقا چیزی که من نمیفهمم لطفا نگی، به زبان پارسی بگویی. داستان خیلی مهم است. این محمد ابن رسیف سگزی، سگزی یعنی سیستانی، گویا قدیمترین شاعر است که به پارسی شعر گفته. حالا بعضی ها میگویند کسی دیگری است، حنظله است و اینها، بماند اون چکار نداریم. اما این غیرت میهنی رو اینجا نشان میده و شروع کرد به گرفتن ولایات مختلف ایران و بیرون کشیدن اونها از دست حکام خلیفه تا به نشابور رسید. از بخواه از شما نشابور دید که شایع کردن که یعقوب حکم خلیفه ندارد، یعنی دستور از سوی خلیفه نداره و بنابراین حکومتش مشروع نیست. تاریخ سیستان آورده است. تاریخ سیستان یکی از کتاب‌های بسیار قدیم است، به زبان فارسی آمده. می‌گوید گفت همه رو جمع کردن و نشستن، بزرگان اکابر و افاضل همه جمع شدن. یعقوب هم نشسته بود و یک جای بلندی که مفروش بود، گفت اون حکم مرا بیاورید. یک سینی بزرگ بود. خب حکم یه نامه بود دیگه، می آمد نهایتی که در پاکتی بود، پاکتی چرد می آمد. و یک دستمال مانندی، دستمال که شرز کنم، یک پارچه‌ای در واقع لایق و بیرون کشیدن، آوردن خدمت یعقوب، دست کرد در زیر اون پاچه و شمشیری رو بیرون کشید و اون رو بجنبانید. میگوید زهره از حضار نزدیک بود که برود. گفت این حکم من است. و بعد میدانیم که یعقوب نخستین کسی است که حمله کرده به بغداد برای براندازی حکومت خلفا، متاسفانه توفیق نیافت و بعد خلیفه آدم فرستاده برای صلح. و این داستان هم خیلی قشنگه که میگویند گفت نانی و پیازی و شمشیری آوردن، گو به خلیفه بگویید اگر من از این بیماری جست رستم
این شمشیر به من تو قضاوت کرد خواهد کرد، و اگر شکست خوردم از تو به این نان و پیاز آورده بودن خواهم ساب گذرت یعقوب پوز شد و جنگ دیگری اتفاق نیفتاد بین او و تشکیلات خلیفه. ببینیم که مرد غیرتمندی بوده یعقوب، مرد بسیار غیرتمندی بوده یعقوب لیث صفاری. در همین عصر جدید حدود سالهای 1910-1911 که محمد علی میرزا مجلس رو به توپ است، تبریز پرچمدار آزادی و مشروطیت بود به فرماندهی ستارخان. روزها وارد شدند و اینها به انجمن اسلامی درست شد، پرچم روزها رو میزدن بالا سر درهای همین مربوط به انجمن اسلامی و دیگران و اعلان کردند که هر که بیاید و در منزلی برود که پرچم روس‌ها اونجا هست در امان. مجاهدین رو راضی کردند. حتی مشهور است که باقرخان هم راضی شد به این کار و نماینده روس بود، رفت پیش ستارخان، همین مطلب رو به زبان روسی به ستارخان گفت. گفت من که نمیفهم، این ترجمه کنید ببینیم چه میگوید. گفت قربان، ایشان میگوید که هر که بره وزیر پرچم روس جانش در امانه و آقایان هم راضی شدن، فقط مونده شما. ستارخان گفت به این آقا بگویید ما میخواهیم که هفت کشور زیر پرچم ایران باشد. در روزگار قدیم میگفتن هفت اقلیم، هفت کشور، منظورش همه جهان. و این از ما میخواهد که زیر پرچم روس ها باشیم. و خلاصه مشهور است که یک نهی کرده به دوستداران و به مجاهدان و همه نظرشون برگشت، سلاح‌ها رو برداشتن و خود ستارخان سوار اسب با شمشیر و با تفنگ این پرچم‌ها رو می‌زد. می‌ریخت به زمین. این مرد شجاع غیرتمند و داستان‌ها بسیار هست. یک مورد اون هم سفر میرزا طی‌خان امیرکبیر هست به ترکیه. مدتی نسبتاً مدید در اونجا بود، مناقشات ارضی بود بین ایران و عثمانی و میرزا طی‌خان با یک هیئتی از ایران رفتن به ترکیه، عثمانی میگفتن روزگار، برای مذاکره. این مذاکرات در حضور نماینده انگلیس هم بود که به رسمیت بشناسد اینها، تا اینکه تهمتی زدن به یکی از همراهان امیر و شلوغ شد و این تهمت پراکنده شد و عوام الناس جمع شدن، شروع کردن به سنگ زدن و طوری شد که منزل رو محاصره کردن. بسیار بالا خانمانند بود. میرزا طی‌خان پیغام فرستاد به یک پاشا که آقا اینجا ما در واقع مسئولیت دیپلماتیک داریم، یک اتهام بیهوده زدن، اینا ممکن است ما رو بکشن. اون آقا جواب میدهد که اگر میخواهید جانتان در واقع نجات پیدا کند، شما با لباس عثمانی از در پشت خارج شوید، جانتان را دارم. میرزا طی‌خان میگوید من با لباس عثمانی به بهشت هم نمیروم. و ادامه میدهد به پرتاب کردن اشیاء که مهم بودن برای سفارت، یعنی از قیمت داره ارزش بودن،
و این عوام هم مشغول غارت تا اینکه یک افسری فرمانده یک گردانی بود در اون منطقه آمد و این عوام رو پراکنده کرد. این از غیرت میرزا تقی خان حکایت میکنه. بی اندازه این داستان غیرت، این حس همیت به ویژه در مقابل زورگو، به ویژه در مقابل دیکتاتور، بی اندازه اهمیت داره. در جنگ جهانی دوم وقتی آلمان ها در واقع عقب کشیدن از جبهه‌های شرقی، آمریکایی ها و اینها پیغام دادن که خب لهستان رو گرفته بودن، که شما خیالتون راحت باشد تا چند روز دیگه قوای روس میرسه شما رو نجات میده. لهستانی ها گفتن آقا این ننگ ماست که ما بنشینیم در منزل تا قوای روس ما رو نجات بدهد. توپنگا رو برداشتن از غیرت و شروع کردن به جنگ با نازی ها. وقتی روس ها آمدن تقریبا اینا بسیار از این سپاه آلمان ها رو یا کشته بودن یا بیرون کرده بودن. و اگر مردمان بیغیرتی بودن میگفتن عجب خوب شد، بهبه چرا ما این کار بکنیم، بذار دیگران بکنن. در باب موضوعی که صحبت میکنیم داستانی به یاد آوردم و آن موضوع آلاموس. در تاریخ آمریکا خیلی مینازن آلامو. در واقع چرت مانندی بود قبل از اینکه دولت آمریکا حمله بکنن و مکزیکو سیتی رو بگیرن و قریب 1,000,000 کیلومتر مربع خاک مکزیکو جدا بکنن، این قلعه آلامو در مرز نزدیک مرز اون روزگار مکزیک و تعداد معدودی شاید حدود 130-140 نفری بیشتر مدافع نداشته. حالا بعد سپاه مکزیک آمد به فرماندهی سنت آنا، رئیس جمهورم بود در واقع روزگار، آمدند و صف کشیدند. نامه فرستاد آقای سنتا آنا که شما تسلیم بشوید و ما با شما کاری نداریم، چنین و چنان، خیلی با زبان نرم، خلاصه تنها راه نجات شما این است که تسلیم شوید. یک فرماندهی بود در اونجا که این تعداد اندک رو فرماندهی میکرد. وقتی صدای اون مکزیکی سوار اسب بود تمام شد و پیامش رسان، گفت حالا جواب چی است؟ از دست توپچی اون چیز رو گرفت، اون چوبی که سرش آتش بود قدیما روی پسونک توپ، و یه شلیک توپ در جواب اون فرستاده و این تعداد معدود 4 روز یا 5 روز مقاومت کردند، حدود 1,000 و اندی کشتند از سپاه مکزیک و همه کشته شدند، به وضع فجیعی هم کشته شدند و تسلیم نشدند. و این در تاریخ آمریکا به عنوان یک نقطه روشن از شجاعت و دلاوری و غیرت بر جای ما فیلم ها ساختن از این داستان آلامو. قدیمترینش رو مرحوم آقای جان وین ساخت و دیگران هم ساختن. حقیقتا دیدنیست و شنیدنیست این داستان جنگ آلامو و اون تعداد اندک کسانی که در اونجا دفاع میکرد. در روز دوشنبه ما داستان بهرام به خدمتتون خوندیم. شاهنامه عرض کردم خردنامه است. شما
ابعاد مختلف در این کتاب میبینید، انواع مختلف شعر به لحاظ مضمون میبینید. و استاد طوسی در هر زمینه‌ای که گام نهاده به بهترین وجه بیان کرده. بخش مهم از شاهنامه میدونید که حماسه است و اوج حماسه ها همین بخشی است که ما آغاز کردیم و جنگ کاموس حاوی زیباترین و نیرومندترین اشعار حماسی است و داستان در داستان هست. این داستان بهرام هست، پسر درز، و موضوع تازیانه درز کردم گم شد و او برای آوردنش، پیدا کردنش رزمگاه رفت. اونجا برادران کشته خودش رو دید. یکی از این برادران زخمی بود، پیراهنش رو در آورد و زخمای او رو بست. و اسب چون بوی مادیان شنیده بود حرکت نکرد و من داستان به خدمتتون خوندم که چه کرد. اسب رو کشت، چنان تنگ دل شد یک بارگی که شمشیر زد بر سر بارگی. یک بارگی اول و یک بارگی دوم در دو معنی است. و یک باره ناگهان تنگ دل شد و شمشیر رو بر سر اسب زد. بارگی در بیت دوم یعنی اسب. چون تنگ دل شد به یک بارگی که شمشیر زد بر سر بارگی. و سپاه دشمن خبردار شدند. پیران تعدادی فرستاد از پهلوانان که او رو دستگیر بکنند. از اونجا خدمتتون میخونم. بله. میگوید همین شد دوان تا رسیدن دروی، ز ترگ و ز جوشن پر از آب روی. چو بگرفتشن در زمان برنشست، یکی تیغ هندی گرفته به دست. چنان چو افشادران ایچ نگذار پی، سوار تن باره بود خواب خوی. خوی یعنی عرب. ایچ نگذار پی یعنی پا از پا بر نداشت این اسب. چنان تنگ دل شد به یک بارگی که شمشیر زد. اینجا نوشته است بر پی بارگی. در محفوظات ما بر سر بارگی، اینجا که شمشیر زد بر پی بارگی، یعنی از خودش رو پی کرد. و از اونجا گه تا بدین رزمگاه پیاده بپیمود. جوینده را سراسر همه دشت پرکشته دید. زمین چون گل ارغوان کشته دید. اینجا میتونی بکنیم مثل که ارغوان کاشته بودن. یا تو مبان ارغوان کشته دیدن میتونی بکنیم بخاطر که خونین بودن. بله. همی گفت که اکنون چه سازیم روی، بدین دشت بی باره راه جو. بدون اسب کجا بریم؟ از او سرکشان آگهی یافتند، سواری سر از قلب بشتافتند. اینجا رو خونده بودم خدمتون. بله. که سواران شکست خوردند و رفتند پیش سپهسالار که پیران بود، پیران ویسه. سواران همه باز گشتند از اوی، به نزدیک پیران نهادند.
یه حس عجیبی داره واقعا خوندن کتابی که قریب 700 سال پیش این که از ما هم‌تن نشسته زیر چراغ پیسوس نشسته و این مطالب رو داشت کرده یکی یکی از روی کتاب دیگری که در اختیار داشته. یه حس عجیب سواب هم در واقع اون چه سبب عزت ایرانی یکی از وجوهش همین قبلت تاریخیشه. قبلت و اینکه 700 سال پیش حماسه‌ای بوده است مربوط به 400 سال قبلش و آدم های علاقه من بسیار بودند به این کتاب می نشستند و استنساخ می کردند. خیلی جالب است. سواران همه بازگشتند از اوی نهادند به نزدیک پیران نهادند رو. فراوان سخن گفت زین رزم ساز ز پیکار او آشکارا و راز. در گوش پیران گاهی چیزا رو میگفت که بهرام چگونه آدمی است، بعضی چیزا رو هم آشکارا میگفت، اون گوینده همه میشنیدن. گفتن کینت هزبر دلیر پیاده نگردد خود از جنگ سیر. هزبر رو ما امروز میگوییم هجبر، رایت شده و گفتنش هم اشکالی نداره، اما هزبر لغت عربه، عربی است معنای شیر. بله. بپرسید پیران که این مرد کیست، از اون نامداران ورا نام چیست. یکی گفت بهرام شیراوژن است که لشکر سراسر به دور روشن است. پیداست پهلوان بسیار بسیار مهمی که لشکر سراسر به دور روشن است، یعنی چشم چراغ سپاه ایران زمین بهرام کسی که شناخته بود. یکی گفت بهرام شیراوژن است که لشکر سراسر به دور روشن است. به روین چنین گفت پیران که خیز، یعنی بلند شو که بهرام را نیست جای گریز. مگر زنده او را به چنگ آوری، دو لشکر برا ساید از داوری. ز لشکر کسی را که باید ببر، کجا نامدار است و پرخاش بر. چو بشنید رونین بیامد دمان، نبودش بس اندیشه از بدگمان. بر تیغ بنشست بهرام شیر، نهاده سپر بر سر و چرخ زیر. چرخ اینجا یعنی کمان. دو سه باری استاد توس به جای کمان چرخ آورده، نهاده سپر بر سر و چرخ زیر. یکی تیرباران بر ایشان بکرد، که شد ماه تابنده چون لاجورد. چو رویین پیران ز تیرش بخست، گلان را همه سوز شد پا دست. رویین تیر خورد، رویین پیران یعنی رویین پسر پیران.
به مستی بر پهلوان آمد، یعنی در منتهای بیچارگی رفتن خدمت پیران، به مستی بر پهلوان آمدند، پر از درد و تیره روان آمدند، که هرگز چنین یک پیاده به جنگ به دریا ندیده جنگی نهند. تو بشنید پیران غمی گشت سخت، بلرزید بر سان برگ درخت. نشست از بر باره تند یاز، همی رفت با او بسی رزم ساز. بیامد بدو گفت که نام دار پیاده چرا ساخت. تو تا با سیاوش به توران بودی، همانا به پرخاش و سوران بودی. به معنیش هم کاملا مبهمه این داستانه. تو تا با سیاوش به توران بودی، این سابقه قدیم و دوستی دو تن رو میرسونه، یعنی بهرام و پیران که سپهسالار سپاه دشمن هست، داره باب رفاقت رو داره باز کنه. مرا با تو نان و نمک خوردن است، نشستن همان مه پروردن است. نباید که با این نژاد و گوهر، بدین شیر مردی و چندین هنر، زبالا به خاک اندر آید سرد، بگرید تو را دوده و کشورت. دوده به معنی خانواده است، کشورم که تکلیفش به اندومه. میگوید که تنهایی داری جنگ میکنی اینجا برای چی؟ من دلم نمیخواد تو کشته بشی. اندک تحقیری هم البته در این بیت هست. میگوید پیاده تو با لشکری نامدار، نتابی مخور بر تنت زینهار. بدو گفت بهرام که ای پهلوان، خردمند و بینا و روشن روان، سه روز است تا ناشریده لبان، همین دست سازم به روز و شبان. و سه روز من جا در جنگ کنم، روز شب ناچریده لبان، لبان من نچریده، کنایه از این است که غذایی نخوردم. مرا حاجت از تو یکی بارگی است، اینا خواهش من از تو یک اسب من بود. وگرنه مرا جنگ یک بارگی است، برد مرمرا سوی آزادگان، بر پیر رودرز کشوارگان. یه عاطفتی به هم در کلام آورده بهرام برای که کمکش بشه. به پیری پدرش اشاره میکنه که یه اصلی که مرا به پیش پدر پیرم ببر، و در این حال التماس هم نمی کنه، خودش هم کوچیک نمی کنه. یعنی ابیات حساسی است. مرا حاجت از تو یکی باقی است، وگرنه مرا جنگ یک باقی است. برد مرد مرا، برد مرد مرا میگوید در سوی آزادگان. آزادگان یه معنی علال اطلاق به معنی ایرانیان، ایرانیان رو آزادگان میگفتن. رد مرد مرا سوی آزادگان، بر پیر بود درز کشوادگان. بدو گفت پیران که این نام جو، ندانی که این رای را نیست رو. یه متوجه نیستی که چیزی
طلبی که تو میکنی، حاجتی که تو داری، در واقع حاجت درست و مشروعی نیست، خردمندانه نیست. چگونه من میتونم به تو اسب بدم؟ دو دقیقه. تو را این نیاید که گفتی سخن دلیری و شیری و تندی مکن. ببین تا سواران این انجمن نهند این چنین ننگ بر خویشتن، به چندین تن از تخمه مهتران ز دیهیم داران و کیناوران، ز پیکار تو کشته و خستند، چنین رزم و پیکار پیوستند، چه جوید گذر سوی ایران کنون. در اینجا دیگه نسبت به هم ریخته، چون مرکب الان ریخته معلوم نیست چیست، ولی میشود معنیش تو دریاب. میگوید که چنین سخنی رو کسی نمیگوید نه اینکه مغزش پریشان شده باشه. به گفت اینو برگشت و شد باز جای، دلش پر ز مهر و سرش پر ز رای. پیران چون دوستی داشت ناراحت بود از این واقعه، نمیخواست که بهرام کشته بشه. میگوید که دلش پر ز مهر و سرش پر ز رای، پر از تفکر بود، دلش پر مهر بود، اما فرمانده سپاه بود، نمیتونست این کاری بکنه. اسبی به بهرام بده. بر او بیامد لشکر تژاو، به پیش اندر آمد یکی تنگ زاو. ز پیران بپرسید و پیران بگفت که بهرام را از یلان نیست و گفتن که وقت ما تمام شد. دو سه بیتی هم بیشتر نمونده، دو سه بیتی بیشتر در دوازده بیت. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید به این مطالب. بسیار سپاسگزارم از امیر عزیز در اتاق فرمان و شما هموطنان و بینندگان گرامی. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.